مدیا کده مرجع کامل کتاب های روز دنیا بوکلایت کتاب هنر خوب زندگی کردن اثر رولف دوبلی استراتژی هایی که با کمک آن قادر خواهید بود زندگی شخصی و حرفی خارق‌العاده‌ای برای خود ایجاد کنید با مطالعه این کتاب می‌آموزید چگونه مسیر جادویی شادی، ثروت و موفقیت را به روی زندگیتان باز کنید. آیا تا به حال تجربه یه هدیه گرفتن پول در سال نو را داشته اید؟ پولی که از طریق افراد خانواده به عنوان هدیه سال نو به ما داده می شود، نسبت به پولی که از کار کردن آیدمان می شود، راحت تر خرج می شود. این طور نیست؟ پولی که در قالب هدیه دریافت می کنیم، از کانالی متفاوت به دست ما رسیده که آسانتر و اغلب بدون فکر خرج می شود. اما از آنجا که برای درآمدمان وقت زیادی صرف کرده ایم، خرج کردن آن کمی دشوارتر است. دلیل این اتفاق به خاطر وجود عاملی به نام حساب ذهنی است. این اصطلاح برای اولین بار توسط ریچارد تالر، استاد اقتصاد رفتاری دانشگاه شیکاگو مطرح شد. تالر بر این باور است که هزینه های زندگی و یا درآمدها با توجه به حساب های ذهنی مختلفی که در ذهن وجود دارد طبقه بندی می شوند. برای مثال درآمدی که از طریق شغلمان به دست میآوریم را در حساب ذهنی سخت کار کردن برای کسب ثروت ذخیره می کنیم. در عین حال اگر در پایان سال از محل کارمان پاداشی دریافت کنیم، آن درآمد را در حساب ذهنی جایزه ثبت می کنیم. اگر در این بین کمی خوششانس باشیم و در قرعه کشی بانک برنده شویم، آن پول در حساب ذهنی پول بادآورده طبقه بندی می شود. بدین ترتیب همه ما با توجه به تعریفی که از لحاظ ذهنی برای هر کدام از دریافتی های داریم رفتار می کنیم. حساب ذهنی همانند ابزارهایی هستند که از طریق آن می توانیم چشمانداز خود را در مواجهه با برخی مسائل تغییر دهیم. برای مثال، تصور کنید حسابی ذهنی به نام امور خیریه در ذهنتان دارید که بر آن اساس سالانه مبلغی مشخص را برای کمک به دیگران در نظر می گیرید. حال تصور کنید که به خاطر سرعت غیر مجاز و یا تخلف از قوانین راهنمایی رانندگی مشمول جریمه شده اید. پولی که بابت جریمه باید بپردازید قطعاً باعث ناراحتی و تأسفتان خواهد شد با این حال اگر در هنگام پرداخت جریمه با خود فکر کنید که جریمه همانند مالیاتی است که باعث رفاه اجتماعی خواهد شد قطعاً احساس بهتری خواهید داشت برابر این جریمه ای که پرداخت می کنید از همان حساب ذهنی خیریه است که برای خود مشخص کرده بودید جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، با پیچیدگی و عدم قطعیت احاطه شده است در این دنیای شلوغ دیگر نمی توان از طریق شهود دست به قضاوت منطقی و درستی بزنیم برابر این ما به ابزارهایی نیازمندیم که از طریق آن بتوانیم معنادارتر به جهان و رویدادهایش نگاه کنیم از طریق ابزارهای ذهنی که در این خلاصه کتاب معرفی خواهد شد قادر خواهید بود که با درکی بهتر چالش های زندگیتان را پشت سر بگذارید. چیزی که همه به آن نیاز داریم، ساخت یک جبه ابزار ذهنی است که از طریق آن بتوانیم هدفمندتر به وقایع اطرافمان نگاه کرده و زندگی بهتری را برای خود و عزیزانمان بسازیم. در این بوکلایت بو به این پرسش ها پاسخ داده می شود. یک چرا این اتاف پذیری همیشه هم خوب نیست؟ دو، چگونه از طریق ابزارهای ذهنی روابط بهتری با دیگران ایجاد کنیم؟ سه، چرا استفاده از ابزارهای ذهنی زندگی من را بهتر می کند؟ بوکلایت شماره یک نسبت به وعده هایی که به خود می دهید، سفت و سخت باشید. اغلب ما به دنبال موفقیت شغلی هستیم که به خاطر تحقق آن راه های زیادی را آزموده ایم. با این حال گاهی اوقات حتی با کار شبانه روزی نیز به آنچه که می خواهیم نمی رسیم. در واقع موفقیت شغلی تنها با کار زیاد و یا داشتن مهارت های تخصصی به دست نمی آنچه که بدان نیاز داریم ابزارهایی ذهنی است که رسیدن به اهداف شغلیمان را آسان تر کند. در قدم اول این قانون را در حساب ذهنیتان به خوبی بگنجانید. تحت هر شرایطی بر سر قول و قرارهایتان بمانید و این پذیری را فراموش کنید شاید تا به حال در مورد فواید این پذیری مطالب زیادی خوانده و شنیده باشید بنابراین گفتن این که از این پذیری دوری کنید ممکن است شما را متعجب کرده باشد این پذیری هر چند ویژگی اخلاقی خوبی است اما همیشه هم نیست اگر در زندگی خانوادگی و یا شغلی خود اصولی دارید که دوام زندگی و شغلتان را تضمین می کند، صد درصد به آن پایبند بمانید. در تعهدات شغلی و یا خانوادگی خود، هیچ استثنایی قائل نشوید و این اطاف را فراموش کنید. کلایتون کریستنسن یکی از مهمترین کارشناسان حوزه مدیریت در جهان است. او در دوران جوانی خود، از نزدیک شاهد زندگی مدیران بسیاری بود و با مطالعه زندگی آنها متوجه مشکلی مشترک در بین آنها شد. مشکل این بود که آن مدیران عالی رتبه تصمیم گرفته بودند که نیمی از زندگی خود را وقف کار سخت و کسب ثروت کرده و سپس در نیمه باقی مانده عمر با خانوادهشان وقت بگذرانند. با این وجود، آنها قبل از اینکه نیمه دوم زندگی سرشار از رفاهشان را تجربه کنند با جدایی از همسر و یا مشکلات بحرانی در روابطشان مواجه می شدند. متاسفانه آنها خیلی دیر به یاد وقت گذراندن با خانواده هایشان افتاده بودند. کلایتون در همان زمان قولی بزرگ به خود داد. اینکه تحت هیچ شرایطی در آخر هفته ها کار نکند و وقت خود را با خانوادهاش بگذراند. او آنچنان به اجرای این قانون متحد و سختگیر بود که حتی یک بار هم برای سرپیچی از آن استثنا قائل نشد. گاهی اوقات کارهای زیادی در دفتر کارش نیمه کاره می ماند. اما کلایتون هرگز آخر هفتهش را به اضافه کاری و ماندن در محل کار اختصاص نمیداد. برخی اوقات او مجبور می شد خیلی زودتر از معمول برای مثال ساعت سه بامداد در محل کار حاضر شود تا به کارهای نیمه تمامش برسد. با این حال او هرگز راضی نمی که زمان تفریح و بیرون رفتن با اعضای خانوادهش را به تعویق بیاندازد. شاید با این جملات تصور کنید که رفتار کلایتون خیلی غیر منطقی و سرسختانه بود. اما این رفتار همان چیزی است که برای موفقیت شغلیتان، به آن نیاز دارید. به عقیده نویسنده ی کتاب در مواقعی که با مسائل مهم و کلیدی روبرو می شویم، ویژگی این پذیری نه تنها مزیت نیست، بلکه یک تله است. افراد موفقی که در زمینه شغلی بسیار موفق عمل کردند، درخشش خود را مدیون پایبندی و تعهد صد درصدی خود به قول و قرارهایشان هستند. بنابراین، این، اولین ابزار ذهنی قدرتمندی که به آن نیاز دارید متحد ماندن بر سر قولهایی است که به خودتان می دهید. یکی از فواید سرسخت بودن این است که شما را از خستگی تصمیم گیری رها می کند. مغز انسان وقتی با گزینه های انتخابی زیادی رو خیلی زود تمرکز خود را از دست می دهد. در واقع انتخاب های متعدد باعث خستگی ذهن و به دنبال آن عدم تمرکز می گردد. طبیعی است که یک ذهن خسته نمی تواند روی هیچ بخشی از زندگیش متمرکز شود و فاقد کارایی و بهرهوری است. تصور کنید تمام هفته را سخت کار کرده اید و آخر هفته با انتخاب بسیاری مواجه می شوید. برای مثال، خوردن شام با یکی از دوستانتان، رفتن به سینما، ملاقات یکی از همکلاسیهای های قدیمی یا وقت گذاشتن برای افراد خانواده از جمله گزینه است که آخر هفته ذهن شما را برای تصمیم گیری خسته و بیرمق می کند. حتی ممکن است وقتی از بین انتخاب های متعدد گزینه ای را انتخاب می کنید، ترس از تصمیم گیری اشتباه به سراغتان بیاید. تمامی این افکار دارای بار منفی و آزاردهنده است که ذهن شما را آشفته می کند. بنابراین می توان گفت خستگی ذهنی طبعات این پذیری شما برای وقت گذراندن در تعطیلات آخر هفته است. حال اگر قانون سفت و سختی برای خود مشخص کنید و طبق آن آخر هر هفته را با نظمی مشخص پشت سر بگذارید چه؟ آن وقت است که دیگر ذهن خود را با انتخابهای بیشمار خسته نخواهید کرده. در واقع در مسیر شغلیتان نیز پایبند ماندن به اصولی که برای خود مشخص می کنید زامن موفقیتتان خواهد بود برای مثال وارن بافت هرگز برای بار دوم با کسی وارد مذاکره نمی شود همه ی کسانی که تجربه کار با او را داشتند به خوبی می دانند که بافت در زمینه تجارت اصلا این اتاف پذیر نیست اگر کسی قصد فروش شرکتش را داشته باشد او تنها یک بار به آن شخص فرصت خواهد داد که با رعایت همه جوانب پیشنهاد خود را مطرح کند از آنجا که همه با این خصوصیت بافت آشنایی دارند هر شخصی سعی می کند که در همان مذاکره اول بهترین معامله را انجام دهد بنابراین اگر قوانینی برای کار کردن دارید سفت و سخت به آن بچسبید و با این اطاف پذیری برای همیشه خداحافظی کنید با این کار واکنش و نحوه رفتار دیگران نیز با شما تغییر خواهد کرد به خاطر داشته باشید که صد درصد پایبندی به قول و قرارهای شخصیتان آسانتر از این است که در یک درصد مواقع این اطاف پذیر باشید بوکلایت شماره دو در دایره صلاحیت بمانید و از آن خارج نشوید. در بوکلایت قبل راجع به اولین ابزار ذهنی برای تحقق موفقیت شغلی صحبت کردیم. شما متوجه شدید که متحد ماندن بر سر تعهدات و دوری جستن از این پذیری به نتایج خوبی منجر خواهد شد. حال به معرفی دومین ابزار ذهنی می پردازیم که با مجهز شدن به آن می توانید در حرفه بیش از همیشه بدرخشید. هر شخصی دارای استعدادها و توانایی است که باعث تسلط او در حوزه شغلیش می گردد. همه ما برای دستیابی به این توانایی ها سالهای متمادی تلاش کرده ایم و تجربیات فراوانی به دست آورده ایم. ویژگی های بارز مهارت های ما که در قالب شغلی خاص تعریف می شود، در مجموع دایره ای از صلاحیت را تشکیل می دهد. که نویسنده نام آن را دایره صلاحیت گذاشته است. دایره صلاحیت هر کدام از ما منافعی به دنبال دارد که نتایج کارمان را نسبت به دیگران متمایز و منحصر به فرد نشان می دهد. حتما بارها داستان زندگی افرادی را خانده اید که کارهایی فراتر از توانایی هایشان انجام دادند. آنها از مرزها فراتر رفتند و توانستند قدم به بیرون دایره صلاحیت خود بگذارند. اغلب افراد موفق به شما گفتند که دست به کارهایی بزنید که تصور می کنید خارج از توانایی هایتان است و مرزها را با قدرت پشت سر بگذارید. با این حال نویسنده یک کتاب باور دیگری دارد. او عقیده دارد که برای موفقیت شغلی نباید از دایره صلاحیت هایتان خارج شوید. در طول دوران کاری نویسنده پیشنهادی وسوسه انگیز از سمت یک کارآفرین میلیونر به او داده شد آن مرد از نویسنده خواست که داستان زندگیش را با دستمزد یک میلیون دلار بنویسد اما نویسنده در مقابل چنین پیشنهاد خوبی پاسخ منفی داد نویسنده با خود فکر کرد که دایره صلاحیتهایش در حوزه متفاوت از نوشتن یک زندگی نامه است و پذیرشان درخواست او را دچار درد سر خواهد کرد. او می بایست در حوزه ای که هیچ آشنایی با آن نداشت، مدتها وقت و انرژی صرف می کرد و در نهایت با وجود تلاش فراوان به نتایجی سطحی و فاقد کیفیت لازم می رسید. نویسنده یک کتاب اعتقاد داشت که افراد باید در برابر وسوسه خارج شدن از حیطه صلاحیت‌هایشان مقاومت کنند، او به این نکته اشاره می کند که اگر در حوزه صلاحیت بیشتر متمرکز شده و آن را بس دهید نتایج خیره کننده ای به دست خواهید آورد. مهارت هایی که ما در حوزه تخصصی خود داریم به سختی به حوزه دیگری انتقال می بنابراین بهتر است بر روی توانایی های فعلیتان متمرکز شوید. داشتن یک مهارت و ویژگی برجسته و شاخص، می تواند به اندازه ده مهارت معمولی و سطحی باعث بهرهوریتان گردد. نویسنده بر این باور است که اگر یک ساعت بر روی توانایی های فعلیتان سرمایه گذاری کنید به نتیجه بهتری نسبت به اینکه هزار ساعت بر روی حوزه های غیر مرتبط وقت بگذارید خواهید رسید. یکی از راههایی که می توانید دایره صلاحیت خود را به تناسب مهارتهایتان ایجاد کنید، انجام کاری است که علاقه و اشتیاق سوزانی نسبت به انجام آن دارید. اشتیاق سوزان یعنی پرداختن به کاری که حتی وقتی خسته هم هستید، از انجام آن لذت ببرید. برای مثال، اشتیاق سوزان وارن بافت از زمانی که تنها دوازده سال داشت، آشکار شد. بافت عاشق سرمایه گذاری بود و اولین بار در سن دوازده سالگی در بازار سهام سرمایه گذاری کرد. یا مثلا بیل گیتس از زمانی که بسیار جوان بود، علاقه خود را به برنامه نویسی نشان داد. اشتیاق سوزان عاملی بود که در طول زمان باعث مهارت حرفه‌ای وارن بافت و بیل گیتس شد. بنابراین، تنها با شناسایی اشتیاق سوزان و صرف زمان و انرژی خواهی توانست، که دایره صلاحیت را ایجاد کرده و به تدریج آن را گسترش دهید. بوکلایت شماره 3 موفقیت را بر اساس تعریفی که خود به آن اعتقاد دارید ارسیابی کرده و دنبال روی دیگران نباشید. در دنیای امروز تعریف متعدد و رایجی برای موفقیت شغلی وجود دارد که مهمترین آن درآمد عالی است. تعریفی که جامعه امروز از موفقیت شغلی برایمان به تصویر کشیده ما را از داشتن چشمانداز منحصر به فرد و شخصیمان دور ساخته است اغلب ما خود را درگیر مشاغلی می کنیم که درآمد و رفاه مالی چشمگیری را نصیبمان می کند و دیگر به دنبال شغل مورد علاقه ما نیستیم بدترین سناریو آنجاست که اکثر افراد حتی روابط خود را بر اساس مفاهیم مالی شکل می دهند. بدین معنا که ترجیح می دهند با افرادی تعامل داشته باشند که سطح مالی خوبی داشته باشند. با چنین تفکری، انسان ها شانس خود را برای تعامل با افراد فرهیختهی که تنها گناهشان فقر مالی است، از دست خواهند داد. اگر مبنای ارتباطات خود را تنها بر روی توان مالی افراد بگذارید، دیگر دوستان واقعی و ارزشمندی در کنارتان نخواهید داشت. جامعه امروزی انسانها را به سمت افزایش رشد مالی سوق داده و دیگر اهمیتی به سبک زندگی درست و خوب زیستن نمی دهد. بنابراین باید مراقب تعریفی که جامعه به شما تزریق کرده باشید و سعی کنید موفقیت را با شاخصهای خودتان تعریف کنید. سومین ابزار ذهنی تمرکز بر روی موفقیت درونی و انجام کاری هدفمند است که شما را سرشار از آرامش درونی کند. فیلسوفان یونان باستان و روم نام این آرامش درونی را آتاراکسیا نامیده بودند. آتاراکسیا آرامش درونی و فردی هر شخصی است که حتی در نشیب و فراز زندگی نیز از او جدا نخواهد شده. موفقیت پایدار درونی و رضایتی که از خود دارید هرگز با چالش ها و موانع از هم نخواهد پاشید و همواره حس رضایت و آرامش را به همراه خواهد داشت به طور خلاصه موفقیت درونی پایدارتر از موفقیت بیرونی و دیکته شده از سوی جامعه است موفقیت و آرامش درونی به معنای تمرکز بر روی چیزهایی است که می توانیم تحت کنترل خود بگیریم. در عین حال رضایت درونی به معنای رها کردن همه چیزهایی است که توانای تغییرش را نداریم. برای مثال اگر صاحب یک فروشگاه خورده فروشی هستید، همه ی توانتان را برای ارائه طرحهایی جهت خدمات دهی بهتر به مشتریان بگذارید. انجام این کار کاملا تحت کنترل شماست. بنابراین تا آنجا که می توانید همه ی تلاشتان را انجام دهید. با این وجود ممکن است مشتریانتان با توجه به سلیقه و نیازهایشان از خدمات دهی شما استقبال نکنند. این عاملی است که با وجود تلاش فراوان نمی توانید کنترلی بر روی آن داشته باشید. بنابراین به جای تمرکز بر روی مشتریانی که رقیبانتان را به شرکت شما ترجیح دادهاند از تلاشی که کرده اید راضی باشید. فراموش نکنید که موفقیت درونی از احساس رضایتی نشأت میگیرد که نتیجه تلاش فراوان و ویژگی واقعیت پذیری شماست. بوکلایت شماره چهار ابزارهای ذهنی به ما کمک می کنند تا با دیگران راحت تر ارتباط برقرار کنیم. در بوکلایت های قبل آموختیم که چگونه از طریق ابزارهای ذهنی می توانیم به رضایت شغلی و آرامش درونی برسیم. یکی دیگر از کاربردهای ابزارهای ذهنی کمک به ایجاد روابط موفق با اطرافیانمان است. ما در دنیای زندگی می کنیم که بدون ایجاد رابطه موفق با دیگران قادر به ادامه ی حیات نیستیم. ما به حمایت، عشق، روابط اجتماعی و امنیتی که در خلال تعامل با دیگران کسب می کنیم نیازمندیم. بنابراین باید از ابزارهایی استفاده کنیم که به بهترین صورت به این خواسته ها برسیم. یکی از راه های ایجاد تعامل سازنده و موفق با دیگران ایجاد یک شخصیت سانویه در خودمان است. شاید همیشه این جمله را از کودکی شنیده باشید که صداقت و روراست بودن با دیگران کلید راهیابی به قلب دیگران است. اما واقعیت به گونه دیگر است. اگر تمامی افکار و احساسات خود را بی پرده به زبان بیاورید، در برخی مواقع حتی می تواند نشانه بیادبی شما تلقی شود. برای مثال، تصور کنید که یک مهمانی شام ترتیب داده اید و با زحمت فراوان میز شام مفصلی آماده کرده اید. بعد از صرف غذا یکی از دوستانتان کاملا بی پرده راجب شوری یا بیمزه بودن یکی از غذاها انتقاد می کند. شاید دوست شما حقیقت را به زبان آورده. اما انتقاد و رک بودن او در آن شرایط باعث دلخوری شما خواهد شد. همچنین این فرد در نظر دیگر مهمانان شخصی بی به نظر خواهد رسید. به همین دلیل پایبند ماندن به ویژگی صداقت همیشه هم خوب نیست. از همین رو برای ارتباط با دنیای خارج ضروری است که تصویری ثانوی از خصوصیات اخلاقی خود به نمایش بگذاریم این کار به معنای دروی شما نبوده و حتی باعث حفاظت شما خواهد شد علاوه بر این در واقعیت همه ما آنگونه که فکر می کنیم رفتار نمی کنیم. ممکن است خود را فردی منطقی بدانید، اما در شرایطی خاص رفتارهای غیر منطقی از خود نشان دهید. بنابراین ایجاد تصویر سانویی از خود به هیچ وجه نشان دهنده شخصیت منفی شما نیست. حتی افراد مشهور که میلیونها طرفدار دارند در ملعه عام خود واقعیشان را آشکار نمی کند. زیرا نمی که مورد سوء استفاده دیگران قرار گیرند. در واقع ایجاد شخصیت سانویه یکی دیگر از ابزارهای ذهنی است که تأثیر زیادی در تعامل با دیگران دارد. برای مثال پایبند ماندن به قول و قرارها، قر نزدن، مهارت نگفتن و رعایت آداب و تشریفات در هنگام تعامل با دیگران فیشگی هایی است که می توانید در شخصیت ثانویه خود از آن سود ببرید. اگر تمام چیزی که در واقعیت هستید را به راحتی در معرض دید بگذارید، باعث آسیب خودتان خواهید شد. سعی کنید شخصیت سانویهی که برای خود ایجاد کرده اید را به مدت زیادی حفظ کنید. ممکن است شما فردی باشید که همیشه به دنبال رضایت دیگران هستید. اگر بر اساس این ویژگی عمل کنید، هرگز نمی توانید جواب منفی به درخواست های دیگران بدهید. با این وجود، شخصیت سانویهی که از خود ساخته اید، از شما می خواهد گاه برخلاف خود واقعیتان عمل کنید. در این شرایط می توانید در مواقعی که مایل به انجام کاری نیستید به راحتی پاسخ منفی بدهید. به نظر شما چرا همه ما در وهله اولی که با درخواست کسی مواجه می شویم تمایل به پاسخ مثبت داریم؟ زیست شناسان چنین رفتارهای مشابهی را در شامپانزه ها نیز مشاهده کردند. آنها غذای خود را با دیگر شامپانزه ها سهیم می کنند. شامپانزه ها به دیگر هم نوعان خود کمک می کنند چون انتظار دارند که در آینده این نزدیک از غذای آنها استفاده کنند. آنها در طول تکامل خود این رفتار را به عنوان یک استراتژی برای بقای بیشتر آموختند. به صورتی که ویژگی کمک کردن رفته رفته شکل غریزی به خود گرفت. نام این استراتژی نودوستی متقابل است که انسان نیز به عنوان یک گونه ی تکامل یافته از آن سود جسته است وقتی دیگران از ما درخواستی می کنند همه ما به صورت غریزی میل به پاسخ مثبت داریم بیشتر افراد متوجه نیستند که پاسخ مثبت چقدر وقت و انرژیشان را هدر خواهد داد و از انجام کارهای ضروریشان ناکام خواهند ماند ما نیاز به یک ابزار ذهنی قدرتمند برای پاسخ منفی به درخواست دیگران داریم در بوکلایت بعد راجع به این ابزار مهم توضیح خواهیم داد. بوکلایت شماره پنج چگونه به دیگران پاسخ منفی بدهیم؟ برای مقابله با واکنش غریزی که در ما نهادینه شده، باید مهارت نگفتن را در خود پرورش دهیم. نویسنده بدین منظور استراتژی نگفتن پنج ثانیه ای را پیشنهاد می دهد. بر اساس این استراتژی وقتی با درخواستی مواجه می شوید که قلبا تمایلی به انجام آن کار ندارید، فقط پنج ثانیه فرصت فکر کردن به خودتان بدهید. در عرض همان زمان کوتاه خیلی سریع فکر کنید که آیا واقعا دوست دارید آن کار را انجام دهید یا خیر؟ ممکن است تصور کنید که با پاسخ منفی محبوبیت خود را به خطر خواهید انداخت و یا از سمت کارفرمایتان توبیخ خواهید شد با این حال شهامت نگفتن را به هر قیمتی که شده پیدا کنید و مطمئن باشید که افراد زیادی جسارت شما را پنهانی تحسین خواهند کرد بنابراین نگفتن یکی دیگر از ابزارهای ذهنی سودمند برای ایجاد تعاملی بهتر با دیگران است علاوه بر این یکی از مشکلاتی که ممکن است در روابطتان احساس کنید تفاوت اعتقادات و یا تفاوت در سبک رفتاری سایر افراد زندگیتان است. اغلب ما تصور می کنیم که قادر به تغییر رفتارهای دیگران هستیم در حالی که چنین چیزی غیر ممکن است. اگر کسی پیدا شود که به خاطر شما در رفتارهای خود تغییراتی ایجاد کند این تغییرات دراز مدت نخواهد بود چرا که با میل و انتخاب خودش صورت نگرفته است. به جای متمرکز شدن بر روی تغییر دیگران، بهتر است برای تغییر رفتارهای خود کنترل داشته باشیم. بنابراین، امید به تغییر دیگران فکری بیهوده است. نویسنده دوستی داشت که شخصیت او بسیار اجتماعی بود. دوست نویسنده اغلب در مهمانی های مختلف شرکت میکرد. و شخصیت بسیار گرم و ماجراجویی داشت. بعد از مدتها او با زنی ازدواج کرد که برخلاف او بود یعنی تمایلی به شرکت در مهمانی های شلوغ نداشت. دوست نویسنده تصور میکرد که بعد از مدتی میتواند همسر خود را تبدیل به فردی اجتماعی و پرجنب جوش کند و با همین خیال هم با او ازدواج کرد. پس از مدت کوتاهی، آن دو دچار اختلافات شدیدی شدند و ناگزیر جدایی را به بودن در کنار یکدیگر ترجیح دادند فراموش نکنید که تصور تغییر دادن دیگران گاه می تواند بهای سنگینی برایتان داشته باشد بنابراین بهتر از تنها روی چیزهایی متمرکز شوید که تحت کنترل شماست یکی از راههایی که می توانیم رفتارهای خود را تغییر دهیم الگوبرداری برداری از کسانی است که دوستشان داریم. این افراد میتوانند شخصیتی معروف یا دوست نزدیکی باشند که همواره او را تحسین کرده ایم. بنابراین تا اینجا شما با سه استراتژی در برخورد با دیگران آشنا شدید. استراتژی ایجاد شخصیت ثانویه، استراتژی نگفتن در پنج ثانیه و در نهایت استراتژی تغییر خود. با این سه استراتژی قادر خواهید بود که روابط بهتری با دیگران داشته و از آنچه که هستید لذت ببرید. بوکلایت شماره 6 به جای متمرکز شدن بر نتایج رؤیایی، بر موانع متمرکز شده و از آن درس بگیرید. همه ما سر و سر عمرمان را در آرزوی داشتن زندگی بهتر همراه با رفاه مالی بوده ایم. اغلب ما برنامه این مشخص در سر داریم که بدون فکر کردن به موانع تنها بر روی نتایج دلخواهمان متمرکز شده ایم. البته دنبال کردن هدف و خوشبین بودن نسبت به نتایج ویژگی بدی نیست اما در پاره ای موارد ما را دچار سرخوردگی می کند. ما آنچنان به برنامه بینقصی که برای خود طراحی کرده ایم ایمان داریم که تصور هیچ مانع و شکستی را در ذهنمان جای نمی دهیم. در ذهن بسیاری از افراد اینگونه برنامه ریزی شده که در سنی خاص صاحب شغلی پر درآمد می شوند. و با ازدواج و بچه دار شدن همه چیز به بهترین شکل ممکن پیش خواهد رفت. ایمان داشتن به چنین برنامه بینقصی آن هم در دنیای غیرقابل پیش بینی امروز کار بینتیجه است. تصور کنید در طول یک بزرگ راه در حال رانندگی هستید. مسیری که پیش رو دارید مستقیم و بدون هیچ پیچ و خمی است. با این حال شما یک لحظه فرمان اتومبیل را رها نخواهید کرد. چون به خوبی میدانید که رانندگی عملی است که همیشه باید جانب احتیاط را حفظ کرد. لحظه قفلت باعث منحرف شدن اتومبیل از مسیر اصلی خواهد شد و به قیمت جانتان تمام می شود. اغلب کسانی که با عشق ازدواج می کنند، تصور می کنند که بدون کنترل و مراقبت از رابطه تا پایان عمرشان رابطه ای ماندگار خواهند داشت. در حالی که هیچ رابطه ای بدون مراقبت دوام نخواهد داشت. بر اساس اولین استراتژی ذهنی، هر زمان که لازم بود، باید دست به اصلاح و اعمال تغییرات در برنامه های خود بزنید. مسیری که در پیش داریم همواره ما را با اتفاقات غیرقابل پیش بینی قافل گیر می کند و به همین دلیل هرگز نباید فرمان زندگیتان را حتی برای لحظه ای از دستتان خارج کنید زندگی شبیه پرواز است گاه توفانی ناگهانی یا وزش غیر باد ممکن است جهت پروازتان را تغییر دهد بنابراین آگاه بودن نسبت به اصلاح و تغییرات برنامه شرط اصلی موفقیت در حوزه های مختلف زندگیتان است. وقتی برای آینده من نقشه قبلی می کشیم، ممکن است با محقق نشدن چیزهایی که آرزویش را داریم، دچار ناامیدی شویم. هیچ طرحی هی صد در صد قابلیت تحقق ندارد و این پذیری در طول مسیر لازمه ی هر کاری است. دومین استراتژی ذهنی از شما می خواهد که تا حد امکان از اشتباه بپرهیزید و بر روی جنبه های منفی کارها متمرکز شوید. برای مثال، اگر به انجام کاری مصمم هستید، سعی کنید با شناسایی موانع و اشتباهات احتمالی از بروز آن جلوگیری کنید. وقتی همه ی توانتان را به کار بگیرید که کار اشتباهی انجام ندهید، کارهای درست به خودی خود اتفاق می‌افتند. این همان چیزی است که موفقیت ما را در هر کاری تضمین می کند. یک بازیکن آماتور و حرفه تنیس را در نظر بگیرید. بازیکن آماتور همه ی حواسش روی اشتباه نکردن متمرکز بوده و در عین حال مراقب حرکات حریفش در زمین نیز هست. اگر بازیکن آماتور نداند که چگونه کمتر اشتباه کند، حریفش برنده میدان بازی خواهد بود. همچنان که داشتن دیدگاه مثبت در مورد امور مختلف بسیار با ارزش است، در عین حال باید توانایی مقابله با موانع احتمالی را نیز داشته باشیم. وقتی از قبل نسبت به موانع و اشتباهات خود آگاهی داشته باشیم، خود را برای هر گونه تغییر و اصلاحی در برنامه هایمان آماده خواهیم کرد. در بوکیت بعدی، راجب به سومین استراتژی ذهنی برای لذت بردن بیشتر از زندگی صحبت خواهیم کرد. بوکلایت شماره هفت هیچ فراز و نشیبی در زندگی دائمی نیست. زندگی همیشه ما را قافل گیر می کند. گاه حتی در میان شادی های من با اتفاقی دردآور لبخند من را خشک می کند. گاهی هم در اوج غم با حادثه غیر منتظره موج امید را دوباره در قلبمان به حرکت در می آورد. زندگی با هیچ کس خصومت شخصی ندارد بلکه تمامی این تضادها در مجموع چرخهای طبیعی از حیات و زیستن را تشکیل می دهد. ما بخشی از زنجیره ی حیات هستیم و همانند طبیعت زمستان و بهار زندگیمان را تجربه می کنیم. هیچ تزمینی وجود ندارد که فردا بهتر از امروز باشد یا بدتر. شاید نتوان بسیاری از اتفاقات زندگی را تحت کنترل خود گرفت. اما با تغییر دیدگاه و طرز فکر خود میتوان تعبیری متفاوت از آنها داشت. سومین استراتژی ذهنی ایجاد دیدگاهی است که بتوانید توان رویارویی با نشیب و فرازهای زندگی را داشته باشید. تمام چیزهایی که هم اکنون در اختیار دارید دائمی نیستند. همسر، فرزند، ثروت و شغل شما ممکن است روزی دیگر نباشند. باید بپذیرید که زندگی کامل نیست و همواره در و رنج در کنار شادی مهمانهای همیشگی آن هستند. پذیرش ابزار ذهنی قدرتمندی است که در سختترین شرایط شما را قوی و محکم نگه می‌دارد. حتی اگر بدترین اتفاق عمرتان را تجربه کنید. بعد از اینکه ماهیت رنج و درد جهان را پذیرفتید، چرخه ای بودن اتفاقات را وارد چشمانداز زندگیتان کنید. هیچ رنجی همیشگی نیست و بعد از هر سختی آرامش خواهد بود. همچنان که بعد از شبی تاریک طلوع آفتاب جانی دوباره به جهان و موجوداتش میبخشد. اگر در حال حاضر شرایط سختی را تحمل می کنید، یقین داشته باشید که چرخه طبیعت مجددا شما را در مسیری هموار قرار خواهد داد. در کنار تمام اینها، معنایی در زندگیتان خلق کنید که بر اساس آن بتوانید هر چیز ناگواری را به تجربه با ارزش تبدیل کنید. اگر تفسیرتان از غم و رنج را به درس و کسب تجربه تغییر دهید، قطعاً تحمل ناکامی ها نیز برایتان آسان تر خواهد شد. شاید ما نتوانیم مانع بروز اتفاقات ناخوشایند شویم. اما تفسیر آنها کاملا تحت کنترل ماست. این گونه می کنترل سرنوشتمان را به دست گرفته و زندگیمان همان گونه که هست لذت ببریم. <applause> در این بوکلایت با سه ابزار ذهنی قدرتمند برای داشتن زندگی موفق حرفه یا شخصی آشنا شدیم. اولین ابزار ذهنی به شما کمک می کند که با تعیین اهداف بلند مدت و تعهد سفت و سخت به آن موفقیت خود را تضمین کنید. در این نوع طرز فکر هیچ استثنایی نباید شما را نسبت به انجام هدفتان دچار تردید کند و همواره باید متعهد باقی بمانید. دومین استراتژی ذهنی ایجاد یک دایره صلاحیت در حوزه تخصصیمان است. همه ما توانایی هایی در اختیار داریم که پس از سالها در آن به درجه استادی رسیده ایم. تغییر حوزه تخصصی تنها وقت و انرژی شما را خواهد گرفت و بهرهوریتان را کاهش خواهد داد. بنابراین اگر زمان خود را بر روی بست توانایی های فعلیتان متمرکز کنید، به مرور باعث حرفه‌ای شدنتان خواهید شد. نویسنده یک کتاب اعتقاد دارد که خارج شدن از دایره سلاحیت ها به هیچ وجه زامن موفقیت افراد نبوده و نتیجه معکوس به دنبال دارد. سومین ابزار ذهنی ساخت صلح و آرامش در درون خودتان است. اگر شاخصهای موفقیت را بر اساس تعریف جامعه دنبال کنید، هیچ اثر منحصر به فردی بر جای نخواهید گذاشت. فرقی نمی کند که ملاک جامعه برای موفقیت در آمد بالا و دوستان ثروتمند باشد. چرا که شما باید موفقیت را در درون خودتان بجویید. در برخورد با فراز و های زندگی، همواره با تعبیر متفاوتی که از آن وقایع دارید، مجددن آرامش را در درونتان برقرار کرده، و به آشتی و صلح با خود برسید. همچنین در این خلاصه کتاب با سه استراتژی در تعامل با دیگران آشنا شدیم که عبارتند از ایجاد شخصیت ثانویه، نگفتن در پنج ثانیه و در نهایت تغییر خود به جای تغییر دیگران. با رعایت این سه استراتژی خواهید توانست ارتباط بهتری با دیگران برقرار کرده و از روابطتان لذت بیشتری کسب کنید. علاوه بر این آموختیم که داشتن یک برنامه کامل و بی و با نقص باعث سرخوردگی شما خواهد شد. زیرا جهان هموار شما را با اتفاقات غیرقابل پیش بینی قافل گیر خواهد کرد. قدرت پذیرش تلخی ها در کنار خوشی ها این امکان را به شما خواهد داد که در مقابل حوادث و رویدادهای ناگوار همواره آماده باشید و خیلی زود دست به تغییرات و اصلاحات لازم بزنید. یکی از استراتژی های عنوان شده در این بوکلایت تاکید بر روی جنبه های منفی یک برنامه یا رویداد است. اگر برای زندگیتان برنامه ای در نظر گرفته اید، از قبل جنبه های منفی و یا موانع احتمالی را پیش بینی کنید تا از اشتباهات ضروری در امان بمانید. اگر هیچ کار اشتباهی انجام ندهید و یا اشتباهات خود را به حد اقل برسانید، اتفاقات درست به صورت خودکار وارد زندگیتان خواهد شد. در کنار تمام اینها، در پس اتفاقات مختلف، هموار معنا و مفهومی ارزشمند نهفته است که با ایمان به آن میتوان از پس هر چالش و مشکلی برآمد. این راز داشتن یک زندگی موفق حرفی و شخصی است. پیشنهاد مطالعه بیشتر کتاب 21 درس برای قرن 21 نوشته یووال نو هراری این کتاب روایت آینده است که در سال 2050 گریبانگیر بشر خواهد شد یووال نو هراری نویسنده ی کتاب 21 درس برای قرن 21 در این کتاب ابتدا به تشریح مفاهیم و موضوعاتی پرداخته که انسان عصر امروز را درگیر خود کرده است انسان امروز برخلاف نسل گذشته با سیل بی امان اطلاعات رو است و در این بین با تفکرات و مفاهیم متعددی آشنا می شود انتخاب این که از میان داستانها و روایت مختلف کدام حقیقت هستند و کدام دروغ تنها به یک عامل مرتبط است در کتاب 21 درس برای قرن 21 خواهید فهمید که تنها از طریق خودشناسی قادر به درک بهتر دنیای پیرامون خود خواهید شد. چگونگی رسیدن به این خودشناسی ژرف را در این خلاصه کتاب خواهید آموخت. مدیاکده مرجع کامل کتاب‌های صوتی روز دنیا اگر از این سب ویدیو خوشتون میاد لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله کنار آن رو فشار دهید